حقشان بزرگترین کاری بود که عیسی مسیح کرده. ما معمولا به قیام مسیح نگاه میکنیم و خیلی مهم هم هست به قیام نگاه بکنیم. فقط صلیب برای خدا مهمتر بود از قیام، چون بدون صلیب و بدون مرگ قیام وجود نداشت. به این خاطر صلیب پیروزی خداست، قیام ظفر یافتن خداست. به این خاطر پیروزی یعنی صلیب مهمتر از ظفر یافتن هست، گرچه یعنی هر چقدر نتیجه پیروزی همون قیام است. و در کلوسیان باب 2 آیه 14 و 15 اونجا نوشته شده، الان مسیح این آیه ها رو بکنه چون یکم من مشکل دارم با خوندن و نمیخوام کلام خدا رو ضعیف کنم. آیه 14 و 15 رو میتونی بخونی؟ اینو میتونی یکم بلندتر کنی؟ و آن دستخطی رو که ضد ما و مشتمع و فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن رو به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خویشتن ریاسات و قوت رو بیرون کرده، آنها را علانیتا آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت. آمین. یک آیه هست که واقعا پیروزی ما رو نشون میده که قبل از ظفر یافتن عیسی مسیح رو به صلیب میکوب شد و خودش رو داد که بعد از این پیروزی رو برای ما آورده. به این خاطر میخوایم الان امروز هم نگاه کنیم، زمانی که ببینیم که خدا زمانی که مسیح رو داد، این سوره آخری که خوندیم، شکرت کنم پدر که به ما دادی پسرت. و همینطور هم در اشعیا نبی باب 58 که اینجا میگه که خدا پسند آمد که پسرش رو بده. خدا زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد صورت خودش رو دور نکرده بود، بلکه واقعا مرکز تمرکزش بود این کاری که روی صلیب اونجا انجام میده. و میخوایم ببینیم که برای خدا صلیب چه معنی داشته. بالاترین و بزرگترین اثبات عشق خدا بود. بالاترین و بزرگترین اثبات عشق خدا بود. دیگه چیزی دیگه وجود نداره، یه عشق بزرگتری عظیمتری وجود نداره که روی صلیب اونجا انجام شد و خدا پسر خودش رو داد. در رومیان باب 5 آیه 8 اینجا میگه که لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. میخوام دوباره این بعضی وقت هست که ما آیه ها رو میخونیم، فقط دیگه اونقدر زیاد خوندیم دیگه یه جوری معنیش رو از دست داد، فقط همینجور میخونیم. فقط اینجا میگه که محبت خدا از این ثابت شد زمانی که ما گناهکار بودیم. عیسی مسیح، ما هیچ اطلاعی نداشتیم، هیچ خبری نداشتیم، در ظلمت زندگی میکردیم و خدا اونجا یگانه پسرش رو داد. معمولا ما زمانی که محبت خدا رو نشون میدیم برای یک کسی نشون میدیم که برای میتونم بگیم که محبت میخوای انجام بدیم و قدم هایی که برداشته و میخواد واقعا با تو رابطه داشته باشه یا خرابکاری کرده، الان میخوای لطف کنی، محبت کنی، به این خاطر محبت خودت رو نشون میدی. فقط اینجا میبینیم که دشمن خدا بودیم و در اون زمان دشمن بودیم، خدا محبت خودش رو نشون داد. به این خاطر محبتی وجود نداره که بزرگتری وجود نداره که خدا در راه ما نشد. همینطور یوحنا باب 3 آیه 16 است که آیه هست که میخونیم خدا اونقدر انسان رو دوست داشت که یگان پسرش رو داد که ما رو داوری نکنه، داد که او رو داوری کنه که ما رو به ما حیات جاودانی ببخشه. پس اولین قسمت بالاترین و بزرگترین اثبات عشق خدا بود. قسمت دوم بزرگترین اثبات عدالت خدا بود. در رومیان باب 3 آیه 25
که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. آمین. ما باید اینطوری نگاه کنیم که قبل از جلجتا در عتعتیق که نگاه میکنیم خدا داوری میکرد، قومها رو داوری میکرد، فقط داوری کامل نبود، خیلی بودن که هنوز تو گناه زندگی میکردن و خدا اونجا داوری خودش نبرده بود. خدا صبر کرد، از زمانی آدم و حوا صبر کرده که یک مکانی بذاره که اونجا عدالت خودش رو نشون میده و اونجاست که خدا یک مکانی درست میکنه که آخر هر گناهایی که شده در گذشته همه چی که روی صلیب میکنه اونجا یک روز داوری خواهد شد. در اعمال رسولان باب 17 آیه 30 تا 31 اینجا میخونیم که پولس اونجا به قوم خودش میده و توضیح میده: در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم میپوشید، اما اکنون همه مردمان را در هر جا حکم میکنند که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. آمین. بعضی وقت هست که ما اینطوری نگاه میکنیم، افرادی هست که گناه میکنن و یه جوری ناعدالتی هایی که میبینیم مثلا در تو تلویزیون نگاه میکنیم، چه ظلمی، چه اتفاقاتی میفته و اونجا سوال میکنیم، میگی خدا چرا تو اجازه میدی که این ناعدالتی هایی به وجود بیاد؟ خدای ناعادلی هست. ما اینطوری نیست. ما بعضی وقت مثلا تو عتیق هم نگاه میکنیم، میگی خب با این افراد چی میشه؟ و یه قسمتی به خاطر صبری که خدا داره حتی عدالت او زیر سوال میاد. این سوال من فکر میکنم همه ما کردیم، خدا چی میشه با این افرادی که ظالم هستن، ظلم میکنن، هیچ کسی هم نمیبینه، هیچ کسی هم جلوش نمیگیره. و اینجاست که خدا صبر کرده، تمام سال، هزاران سال صبر کرده که عدالت خودش رو روی صلیب اونجا انجام بده یا نشون بده، به این که پسر خودش رو داوری کرد. یک روز هر شخصی که در این دنیا آمده، هر شخصی که الان در حال حاضر زندگی میکنه و یک روزی هم میتونه در آینده زندگی خواهد کرد، یک روز جلوی صلیب مسیح خواهد آمد و اونجا داوری خواهد شد. اونجا روی صلیب داوری خدا کامل شد. و بعضی وقت هست که مثلا ما که زندگی میکنیم، بعضی وقت کسانی که به ما خیانت کردن و همینطور کشورهایی که به کشورهای خیانت میکنن، یا یه جوری حرص و جوش میخوری، میگیم خداوند یه جوری بیاور یه کاری انجام بده. فقط خدا میخواد بگه ببین راحت باش، با صلیبی که کاری که روی صلیب کردم یک روز داوری خواهد شد، خیالت راحت باشه. هر کسی توبه نکنه، بازگشت نکنه، نخواهد کرد، یک روز توبه خواهد کرد، یا یک روز نه دیگه وقت برای توبه نیست، جلوی خدا داوری خواهد شد. متوجه هستی؟ یعنی یه چیز، زمانی که ما میگیم که عیسی آمد به وسیله ایمان ما عادل شمرده شدیم، فقط این نیست، خدا یک عدالت کامل 100% روی صلیب انجام داد از اینکه پسر خودش رو داوری کرد. اون که بی گناه بود که داوری کرد، الان همه ما که در این دنیا هستیم یک رو جلوی داوری خدا خواهیم ایستاد. آمین. صلیب نیست، صبر خدا از گذشته هست، الزام در مورد حال و فیض برای آینده است. عدالت خدا هم شخصیت و خصوصیت الهی را نسی میتونی تو خواهش میکنی اینو بخونی من. صلیب نیز صبر خدا از گذشته است، الزام در مورد حال و فیض در مورد آینده است. سو اینو خوندم الان پایینش. اون که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ عدالت خدا هم شخصیت و خصوصیت الهی او را، هم هدیه الهی او را روی صلیب آشکار کرد. دوباره
عدالت خدا، عدالت خدا هم شخصیت و خصوصیت الهی را و هر هدیه الهی را روی صلیب آشکار کرد. شخصیت خدا روی صلیب ظاهر میشه و همینطور هم با وسیله صلیب خدا چه هدیه به ما بخشیده که ما عادل شمرده میشیم، چون خدا خدای عادلی هست. آمین. و اینجا روی صلیب شخصیت خدا رو میبینیم که خدا واقعا عادله، و هم زمان هم میبینیم که اونقدر عادله که زمانی که ما توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، قبول میکنیم قربانی صلیب رو، اون موقع خدا ما رو عادل میشماره. آمین. و قسمت دوم، تنها صلیب عیسی عدالت الهی خدا رو کاملا امضا میکنه. در برابر خدا مورد قبول است. تنها خدا به وسیله صلیب میتونه انسان رو ببخشه، و فقط صلیب مسیح است که کاملا، اینجا همینطور که نوشتم، تنها صلیب عیسی عدالت الهی را کاملا ارضا میکند. چیزی دیگه وجود نداره، یک شخصی دیگه نمیتونه در این دنیا عادل شمرده بشه جز از قبول کردن مسیح، قبول کردن قربانی که خدا برای ما کرده است. زیرا که او که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. پس دومین قسمت متوجه شدیم که بزرگترین اثبات عدالت خدا بود مرگ و صلیب عیسی مسیح. آمین. قسمت سوم که صلیب، معنی صلیب برای خدا، صلیب مسیح پرشکوه ترین ازدیاد و تکثیر کننده پادشاهی خداست. صلیب مسیح، نه قیامش نتیجه است. صلیب مسیح در مکاشفه باب 5 آیه 9 و 10 اونجا نوشته: و سرودی تازه به دینسان می سرودن که تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر قبیله و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و از آنان حکومتی ساختی، کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشند، و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد. آمین. آمین. از هر قبیله، از هر زبان، از هر قوم، ملت برای خدا خریده ای و از آنان حکومتی ساخته و کاهنان که خدا خدمتگزار خدای ما باشند، یا خدمتگزار خدا باشند و بر زمین سلطنت کنند. به وسیله چی؟ چرا که ذبح شد و با خون خود مردم رو خرید. روی صلیب که عیسی مسیح اونجا ما رو بازخرید کرد و از شما پادشاهان کاهنان ساخت. کاری که روی صلیب انجام شد و این اقتدار رو داشت که این تومار میگن بارد و باز کنه. وای بر دنیا. الان نگاه میکنیم که به یوحنا شاگرد عیسی مسیح، زمانی که این در این مکاشفه میبینیم، زمانی که دیدی که هیچ کسی این تومار رو نمیتونه باز کنه، یعنی بشریت همه محکوم میشدن، شون که به زارزار گریه کردن، کی میتونه باز کنه؟ و میگه که اون بره خدا، اون میتونه باز کنه. چرا؟ چون زیب شده. خیلی راحت همینطور اعلام میکنیم، میگیم که ما پادشاهان هستیم، ما کاهنان هستیم، ما سلطنت میکنیم، فقط به وسیله ذبح شدن و خونش رو ریخته او بود باز خرید کرده عیسی مسیح. امیدوار هستم یکم بیشتر این صلیب برای ما باز بشه. همین قسمتی بود که در اول پتروس، خود پتروس هم اینو اشاره میکنه که در پتروس باب 2 آیه 9 میشه گلی کن شما
شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. به سابق قومی نبودید و الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم اما الحال رحمت کرده شده اید. همینطور در تیتوس باب دعای 14 میگه که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشد. آمین. ما باید اینطوری نگاه کنیم که از اول تو حقیقتا اینم هر دفعه هم اشاره میکنیم که نقشه خدا چی بود؟ از اول دوباره خانواده بود، دوباره این بود که ما با او سلطنت کنیم، درسته؟ و دوباره این بود که شبیه او بشیم. و اینجا میبینیم که در روی صلیب زمانی که عیسی مسیح فدیه شد و همینطور هم با خون خودش گناهان رو بخشید، اونجا ما رو بازخرید کرد، برگردون به نقشه اول خدا که ما یک روز بتونیم اونجا حکومت کنیم با عیسی مسیح. یعنی صلیب مسیح، در صلیب مسیح خدا نقشه خودش رو به کمال رسوند. ابرانیان باب 2 آیه 10 ببخشید. زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند. آمین. فکر کنم دوباره بخونیم. زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشند، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گردانند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند. آمین. فرزندان بسیار را وارد جلال بکنند فقط و فقط به وسیله صلیب مسیح است که با درد و رنج این راه رو باید سیمی رفت. یعنی بعضی وقت هست که زمانی که ما در مورد جلال صحبت میکنیم، در مورد قسمت های صحبت میکنیم که ما الان خودمون رو، عیسی مسیح ما رو شریک جلال خودش کرده، درسته ما میتونیم واقعا وجد کنیم، شادی کنیم در این، فقط زمانی که نگاه میکنم چه بهایی اون پرداخت کرد، من رو در این حال شادی فروتن نگه می‌داره. متوجه هستی؟ من الان جلال خود، من شریک جلال خدا هستم و میتونم حتی اینطوری فخر کنم و یه قسمت‌های این فروتنی خدا رو، این دردهای خدا رو کنار بذارم. هر دفعه تو این زمانی که نمیگیم شریک جلال خدا هستم، بلافاصله باید این بیاد چه دردی کشیده. به این خاطر ما رو دائما در این فروتنی ما رو نگه می‌داره. همه چی به وسیله او، برای او خلق شده و همینطور هم میگه که او نخست‌زاده تمام آفریدگانه، او نخست‌زاده مردگان است. در همه چی اول خواهد بود و بعد از اینم به این خاطر هم این درد و رنج رو کشید که فرزندان بسیار وارد جلال بکنه. و همینطور هم پایینش نوشته در فیلیپیان باب 10، نه افسسیان باب 3 آیه 10 و 11، تا آنکه الحال بر ارباب ریاست ها و قدرت ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود و حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح. آمین. یعنی اینطوری باید اینطوری نگاه کنید، زمانی که روی صلیب این اتفاق افتاد، خدا راز خودش رو که از اول داشت به وسیله درد و رنج مرگ عیسی مسیح آشکار کرد. راز خدا که مخفی بود، هیچ کسی نمیدونه چه کار خدا چه کار انجام میده، به وسیله صلیب خدا راز خودش رو باز کرد. و الان ما که ایمان آوردیم به عیسی مسیح،
الان ما اینجا که جمع شدیم اینجا به وسیله مثلا خدا راز خودش رو به وسیله ما نشون میده، به تمام کهکشان، جلوی تمام فرشتهان و هر چیزی که هست نشون میده. ما شاهد میتونم بگم راز، میشه گفت راز خدا است شاید، یا راز خدا هستیم. برملا کننده اسرار خدا هستیم، یعنی به وسیله کلیسا اسرار خدا نمایان میشه. به وسیله کلیسا اسرار خدا نمایان میشه. فرشته ها که نگاه میکنن به ما، حکمت خدا رو، نقشه خدا رو میبینن. خدا از ابتدا چه نقشه‌ای داشت و به وسیله صلیب، به وسیله مرگ و قیامت عیسی مسیح آشکار کرد. در مورد اینم میبینی که پولس هم خیلی در مورد راز صحبت میکنه. در این زمان آخر خداوند راز خودش رو به وسیله انبیا و به وسیله کاهنان برای ما آشکار کرد، به وسیله صلیب که اینجا عیسی مسیح برای ما مرد. قبل از این به هر حال ما می‌بینیم که در قرنتیان هم میگه که سروران این دنیا اصلا نمی‌دونن چه کاری خدا انجام میده. میگه اگر سروران این دنیا، در قرنتیان نوشته، اگر میدونستن راز خدا رو، میدونستن که مصلوب شدن عیسی مسیح شکست خودشون هست، یعنی که شیطان میدونست هیچ موقع عیسی مسیح میگه مصلوب نمیکردن، فقط راز خدا بود. که سروران دنیا اگر میدونستن کشتن عیسی مسیح شکست خودشونه، هیچ موقع این کار رو نمیکردن. و به وسیله به هر حال این صلیب مسیح بود که خدا نقشه خودش رو، همینطور که گفتم، راز خودش رو باز کرد. و یه جوری خوشحال هستم میگم که من، نجات من حکمت خدا رو نشون میده، نجات من سر راز خدا رو نشون داد، و نجات تو. ببینیم که معنی صلیب چقدر عمیق‌تره از این که ما فکر میکنیم، یا عیسی مسیح مرده و الان من نجات پیدا کردم. الان این قسمت هایی که ما خوندیم معنی بود که معنی خدا بود در مورد صلیب. الان میخوایم معنی صلیب رو از طرف مسیح نگاه کنیم، نه عیسی، بلکه مسیح رو نگاه کنیم. یعنی عیسی مسیح که مصلوب شد، چه معنی صلیب داشت برای او؟ قبل از این چه معنی صلیب، چه معنی برای خدا داشت؟ الان چه معنی صلیب برای عیسی مسیح داشت؟ آمین. بزرگترین شناسایی حاکمیت خداست صلیب. دوباره میگم، صلیب برای مسیح عیسی بزرگترین شناسایی حاکمیت خداست. در رومیه باب 5:19، زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. آمین. یعنی این کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرد و در اطاعت داوطلبانه انجام داد، حاکمیت خدا رو نشون داد که خدا حاکم همه چی هست. یک نشانه ای هست که عملا خودش انجام داد. دومین قسمت اینه که بالاترین و بزرگترین کمال ایمان به خدا بود. گوش میکنیم، بزرگترین، بالاترین کمال ایمان به خدا، به پدرش بود. در عبرانیان باب 12:2، هرچند پسر بود، به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. در عبرانیان 12، و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشید، که به جهت آن خوشی که پیش اون موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و
به دست راست تخت خدا نشسته است. آمین. پس اینجا ببینید که همین مصیبت هایی که کشیده، درد ها رو که کشیده، همه چیز که با اطاعت از خداوند به ایمان به خدا بود که اینجا حتی میگه که کامل کننده ایمان ما بود، ما هست، یعنی این ایمان که احتیاج داشت، ایمان کامل ناقص، نه 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 کامل و بدون نقص، بی‌عیب، که تا آخر اعتماد داشت. هر چقدر هم توی باغ جتسمانی که گفته بود پدر جان اگه یک راهی دیگه وجود داره این پیاله را از من بردار، فقط نه اراده من بشه بلکه اراده تو. کاملا ایمانش اونقدر کامل بود که خودش رو سپرد، نشون داد به خدا که ایمان کاملی داده. و همینطور هم اینجا به ما میگه که نگاه کنی به عیسی مسیح که کامل کننده ایمان، یعنی عیسی، به او نگاه کنیم که هر چیزی که داشت، هر جلالی میتونست داشته باشه، همه چیز رو خاش برد که آخر اراده پدر انجام بشه. و همینطور قسمت سوم، عیسی مسیح صلیب برای عیسی مسیح خوشنودی برای خدا بود. قسمتی هست که میبینیم که زمانی که عیسی مسیح تعمید گرفت و همینطور هم زمانی که روی کوه بود، خدا گفته که این پسر محبوب من هست که از او خوشنود هستم. و با این زندگیش، با این رفتارش، در افسسیان باب 5 اینجا 2 میگه که عیسی مسیح خودش یک عطر خوشبو برای خدا بود. میتونی بخونی اینو؟ باب 5 آیه 2 افسسیان: و با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما رو محبت کرد و جان خود را همچون قربانی و هدیه عطرآگین در راه ما به خدا تقدیم نمود. صلیب برای عیسی مسیح یک عطری بود، عطری خوشبوی بود که نزد پدرش آورد و خوشنودی برای خدا بود. چهارمین قسمت، بالاترین و بزرگترین اثبات محبت به خدا بود. اما من اینجا میگه که در افسوس در یوحنا باب 14 آیه 31: اما من کاری را میکنم که پدر به من فرمان داده است، تا جهان بداند که پدر را دوست میدارم. یعنی ثابت کرد، اعلام کرد محبتی که نسبت به پدر داره. این کاری که به من سپرد من انجام دادم و اینم از حیثیت محبت بود، نشون دادم که پدرم رو چقدر دوست دارم. و همینطورم یوحنا باب 10 آیه 17 میگه که و از این سبب پدر من رو دوست می‌دارد که من جان خود را می‌نهم تا آن را بازگیرم. از این سبب پدر من رو دوست می‌دارد که من جان خودم را می‌نهم. اینجا می‌بینیم که صلیب برای عیسی مسیح بزرگترین و بالاترین اثبات محبت به خدا بود که ثابت کرد، و اینم داوطلبانه. قسمت پنجمه که صلیب برای عیسی مسیح راه به جایگاه پیروزی بود. در یوحنا باب 1 آیه 18 میگه که هیچ کس، اینجا میگه که یوحنا باب 1 آیه 18 میگه هیچ کسی پدر رو نمیشناسه، پسری که در آغوش پدر نشسته است، او آمده ما رو او رو نمایان ساخته. آمین. یادتون هست یوحنا باب 1 آیه 18 است. و اینجا میبینیم که راه صلیب بر صلیب برای عیسی مسیح جایگاه پیروزی بود که در عبرانیان باب 1 آیه 3 و 4 نوشته: او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پایان کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. آمین. از آغوش پدر به تخت عرش و جلال. صلیب برای عیسی مسیح این
معنی رو داشت و همینطورم خیلی عالی اونجا در فیلیپیان باب 2 آیه 9 اینجا که در مورد میگه که ذهن مسیح رو داشته باشین، هر چقدر خدا بود خودش رو ریخت و اینجا ادامه میده آیه 9 از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع ناماست به دو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. آمین. یکی از زیباترین آیه هست که واقعا شخصیت مسیح رو نشون میده. هر چقدر خدا بود خودش رو چیز نکرد، مساوی نکرد، بلکه جلال خودش رو ترک کرد، آمد اینجا غلام شد و همینطور هم دوباره برمیگرده به اون نکته‌ای که میگه که و مرد به جای ما. و اینجاست که این مرگ اوست، این پیروزی است که روی صلیب که عیسی مسیح خدا میاد برمیداره و او رو در دست راست این خودش اینجا مینشونه که اونجا سلطنت کنه و هر زبانی باید اقرار کنه و هر زانوی باید جلوی او یک روز خم بشه. و همینطورم صلیب برای عیسی مسیح معنیش این بود که آخر او صاحب کلیسا یعنی بدن خودش بشه. در رومیان باب 8 آیه 29 زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا اون نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و همینطورم افسیسیان 1:22 و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پلی او که همه را در همه پر می‌سازد. برای صلیب مسیح، مرگ مسیح باعث شد که اول فرزندان زیادی به جلال هدایت کنه و همینطور هم او سر این بدن باشه، سر کلیسا باشه. یا بدون صلیب مسیح، مرگ و قیامت او یا مرگ او، پیروزی او برای هیچ موقع هیچ شخصی نجات پیدا نمی کرد و هیچ موقع هم او هم سر کلیسا یا این جامعه خدا نمیتونست بشه. آخرین قسمت که ببینیم که صلیب برای عیسی مسیح بزرگترین اثبات محبت پسر خدا نسبت به ما بود. بزرگترین اثبات محبت پسر خدا نسبت به ما بود. ای شوهران، زنان خدا محبت کنید آن گونه که مسیح نیز کلیسا رو محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. حالا تمرکزمون به شوهر رو نکنه، تمرکزمون به عیسی مسیح. بعد اینجا میگه که چطور ما رو محبت نمود. مسیح نیز کلیسا رو محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. صلیب مسیح بزرگترین، عظیمترین اثبات محبت پسر خود نسبت به ما بود. صلیب رو که نگاه میکنیم باید باور کنیم چقدر من مورد محبت خدا بودم و هستم، چقدر خدا منو دوست داره، چقدر با ارزش هستم، چه فدایی، چه دردی او کشیده که منو بازخرید کنه و شریک جلال خودش بکنه. خود پولس اونجا زندگیش که انجام میداد که چون این صلیب رو فهمیده بود، میدونست معنی صلیب چیه و به این خاطر در غالاتیان باب 2 آیه 20 نوشته با مسیح اونقدر خوندم دیگه نمیده با مسیح مسلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنم. و زندگی در حال که الحال در جسد میکنم به ایمان به پسر خدا می کنم که من رو محبت نمود و خود را برای من داد. آمین. کسانی که اینجا هستن که هنوز شک دارن که خدا منو دوست داره، زمانی که به خودت نگاه کنی چیزی خوبی پیدا نمی کنی که دوستت داشته باشی. و زمانی که نگاه می کنم که
یه کسی هست، یه کسی بود که منو میشناخت، یه کسی هست که منو خلق کرده، و اون که منو خلق کرده اگه این بها رو پرداخت میکنه، این درد و رنج رو میکشه و این پیروزی رو برای من میاره، پس یه چیزی باید در من باشه که من ارزش این مرگشو دارم. آمین. دوباره فکر کنید، اون شخصی، اون خدایی که منو خلق کرده، او میدونه ارزش منو. و اون شخص، اون خدایی که منو خلق کرده و این درد و رنج رو کشیده روی صلیب که منو بازخرید کنه، پس یه چیزی باید در من باشه که این بها رو پرداخت کرده. خودم چیزی در خودم نمیبینم جز از انسانت کهنه و تاریکی، فقط خداست که یه چیزی رو میبینه که من نمیبینم. و زمانی که اینو باور میکنم، اون موقع هست که قلبم آماده میکنم که خدا بیاد عشق خودش رو عملا در من نشون بده. این چیزی بود که پولس و آرزوی من برای خودم هم اینطور، سالهاست که من دارم در مورد این دعا میکنم که صلیب مسیح آشکار بشه، بیشتر مکاشفه بشه، عمق این عمق کار محبت خدا در صلیب میخوام آشنا بشه برای من. هر چقدر آشنایی پیدا میکنم میبینم که چقدر آزادتر میشم و چقدر محبت خدا رو دریافت میکنم. و امروز هم مخصوصا که جشن میگیریم و میخوام ببینیم که خدا من واقعا چه کار عظیمی روی صلیب کردی. نمیخوام فقط، میخوام فوکوس من بازتر کنم، چه اتفاقاتی افتاد از طریق خدا و از طریق تو. و پولس که میگه در غلاطیان باب 6 آیه 14، اما آخرین 6:14، اما مبادا که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح که به واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. آرزو من همینطور برای خودم و برای ما هستیم که همینطور پولس میگه که هرگز به چیزی افتخار نمی کنم جز به صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. تا آخرین آیه اول قرنتیان باب 2 آیه 2 میگه که زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و امروز هم هست که این جشن رو باید برحال نمیدونم برای جشن میگیریم، بلکه جشنی نیست اینطوری که میگیریم که میگیم الان شروع کنیم به چیز کردن رقصیدن. این رو روز یک شنبه ظفر رو اونجا جشن میگیریم، فقط امروز میخوام به یاد بیاریم که چه بهایی پرداخت کرده که ما اینجا میشینیم، نشستیم با یک امید زنده و همینطورم با یک حیات تازه. باز خرید شدم از دست شیطان، عدالت خدا هستم و میتونیم واقعا در فروتنی و امروزم به حضور خدا بیاییم، بدن او رو بخوریم، خون او رو بنوشیم. این عهدی که او با ما اول بسته ما هم با او ببندیم، بگیم خدا منم میخوام واقعا در زندگی آینده هم هیچ چیزی ندونم جز از اینکه مسیح مصلوب. من میخوام دائما واقعا این صلیب جلوی چشم من داشته باشم و در این فروتنی زندگی کنم و با این بتونیم همینطور پادشاهی خدا را
در این دنیا نشون بدیم، نمایان سازی. و همینطورم خدا من میخوام راز و رازی که در از ابتدا داشتی به وسیله من در این دنیا دیده بشه. میدونستین تو راز خدا هستی در این دنیا. از اول دوباره تکرار میکنم، برو و صلیب برای خدا بالاترین و بزرگترین اثبات عشق خدا بود، بزرگترین اثبات عدالت خدا بود، پرشکوه ترین ازدیاد و تکثیر کننده پادشاهی خدا بود. معنی صلیب برای مسیح بزرگترین شناسایی حاکمیت خدا بود، بالاترین و بزرگترین کمال ایمان به خدا بود، خوشنودی برای خدا بود، عطر خوشبوی برای خدا بود، بالاترین و بزرگترین اثبات محبت به خدا بود و راه به جاهای جایگاه پیروزی برای عیسی بود و صاحب کلیسا بدن مسیح شد و همینطور بزرگترین اثبات محبت پسر خدا نسبت به ما بود. آمین. و هست. آمین.